رسانه‌های حکومتی در ایران و در رأس اونها تلویزیون دولتی این کشور با انتشار تصاویر از تجمع‌های نمایشی سعی کردن نشان دهند که جامعه ایرانی از اقدام این کشور در حمله موشکی به اسرائیل حمایت می‌کند. روایتی که با واقعیت بسیار متفاوت است. همکارم شبنم عباسی گزارش می‌دهد. بهترین تنبیه فقط نابودیشه. ما به کمتر از نابودی اسرائیل فکر نمی‌کنیم. به عشق ایران، به عشق فلسطین، به عشق همه مسلمان ها، نابودی اسرائیل ان شاء الله. این روایتی است که تلویزیون حکومتی ایران از جامعه ایرانی ارائه می‌دهد. هنروران و بازیگرانی که جلوی دوربین می‌آیند و آنچه حکومت به آنها دیکته کرده را تکرار می‌کنند. تمام این جوانایی که الان توی مملکت هستن همشون اونقدر مرد هستن که اگه هر مشکلی هم باشه پا مملکتشون وایس. نمونهش این زن و شوهر اصفهانی که به لباسهای اسپورتشان نمی آید طرفدار حکومت باشند و ظاهرن با تهدید یا شاید هم تطمیع حاضر شدند حرفهای مورد پسند حکومت را به زبان بیاورند. دفاع از حرم یعنی قرار جنگ اگر باشد زمین کارزار ما تل آویو است، تهران نه. نفر دوم که در ظاهر کودک است شعری حماسی با مضمون مبارزه با اسرائیل را می‌خواند، اما دقت در صورت او نشان می‌دهد احتمالاً او یکی از سرداران سپاه است که با زدن ریش و سبیلش خود را به شکل یک پسر نوجوان درآورده است. حضور یک محافظ در پشت سرش به تقویت این فرضیه کمک می‌کند و البته مسبوق به سابقه بودن حرکات این چنینی. نمونش زدن ریش و حضور در تیم ملی فوتبال ایران توسط یک سردار ناماشنا. بیداریم همیشه شاهدیم. پامون که هیچی سرمون هم بشکنه میان. مورد سوم هم که ناگفته پیداست. بعد از شکنجه های سخت مجبور به حضور در این نمایش حکومتی شده است. همه این صحنه آرایی ها در حالی اتفاق افتاده که مردم واقعی ایران مخالف این حمله بودند و با تجمع های چند صد هزار نفره در اماکن فرهنگی و حتی مذهبی مخالفتشان با این حمله را اعلام کردند. برخی اینجا در تبریز، گروهی در تهران، برخی سعی کردند گرما و انرژی تقدیم پرچم اسرائیل و آدمک نتانیاهو کنند و حتی مذهبی های به ظاهر طرفدار حکومت اینجا در مشهد موسوم به مقدس. تجمع هایی گسترده که از دوستی عمیق مردم ایران و اسرائیل حکایت دارد. شبنم عباسی، دی بی سی فارسی.